با سلام درود احترام خدمت هموطنان هم در سراسر گیتی. اعتصابات و اعتراضات وارد فاز جدید شد، این دولت خودش کرد. امروز این روز گذشته، الان که مثلا چهارشنبه است، ساعت 3 صبح چهارشنبه است، 19 آبان 1400، متاسفانه یا نمیدونم چی بگم، خوشبختانه نمیتونم بگم، نیروهای انتظامی بازنشسته ها رو کتک زدند، تار و مارش خودشون کردن، ولی نه، اونو باز برگشت سر جای خودشون و دو سه جای دیگه هم درگیر شده امروز. و این فاز خیلی خوبی است، فازی است که دیگه حکومت رسیده اونجا که باید برسه. حالا بخواد با این مسائل شلوغش بکنه، نمیتونه، به هیچ جایی نمیتونه برسه. حالا همین روزا میخواد اعلام قیمت بنزین جدید بکنن، موندن از پول ندارن، از برم چاره ندارن، با هر جوری هست یک کاری بکنن. و این فاز جدید فاز خیلی خوبی است، چون دیگه مردم به قول معروف مردم ما شروع کننده نیستن، اما تمام کننده خیلی بدی هستن، وحشتناکند. اینو حکومتی خودشون هم میدونند، چون ملت ایران در هیچ کار شروع کننده نیست، اما تمام کننده است که طرف آرزو میکنه از مادر زاده نشده بود. زمینی که به درد آقایی گرفتارند، زمینی که شخصیت دارن، انسانیت دارن، معرفت و ریشه دارند، اما کسی بخواد بیش از کوپنش وارد قصه بشه، اینها جیگرش رو در میارن. برم بهتون بگم که اگر جنگی در میگرفت اون موقع، ارتش و مردم جیگر حکومت هر کسی هم در میارن. اینا جنگ نکردن، اینا آمدن دیدیم بهتون گفتم براتون، با پدر سخت بازی و چاکرم مخلصم و من و تو نداریم و ما از تو دفاع میکنیم، با این سر مردم اینجوری گرم کردن و گول زدن مردم رو، ولی خب آخر کار باز بازنده شدند. من یه چیزی میخوام بهتون بگم، خامنه‌ای جان مادر، جان هر کس دوست داری هر چی هست، خلاصه همون که وقتی به دنیا آمدی گفتی یا علی یه جای بنویسی خاطرات رو تیکه بنویسی 10 صفحه واسه مردم بنویسی. این جریان چفیه فلسطینی چیه؟ یه جایی بنویس جان مادر، یه بنویس با بده با چی بود چفیست و همین گردن نوزی فلسطینی ها تو دهنت فلان کاری کردن کردی. صدام حسینی که صدها هزار جوان ما رو کشت، قبلشان کردار رو کشت، اون شیمیایی پزر همه کار کرد، فلسطینی ها بردن به عنوان سرور شهدا مجسمش رو گذاشتن و تو جنگ ایران و عراق کمکشون کردن، همه کار کردن. این راز چفیه چیه جان ما؟ من یک خاطره از این قضیه دارم تعریف کنم براتون، داره تورانی و کوتاهش میکنم چون خیلی طول میشه، با تعریف کنم نیم ساعت رو طول میکشه. یه بچه ای کلاس اول در بسان که مدرسه شاگرد اول میشه، وقتی چرا باشه چی بخار بخرم، میگه که یه بادکنک برم بخر. چشم دوم در بسان بادکنک، سوم در بسان بادکنک، ششم در بسان بادکنک، سیکل بادکنک، دیپلم میگیره، باش میگه خب من یک ماشین برم پسرم بخرم. میگه نه نه، یه بادکنک برام بخر. آقا میره دوباره دانشگاه میشه و باز جشن میگیره فلان، پدر چی باید بخره؟ کادو میخوام بخرم، یه بادکنک بخر. لیسانس میگیره، فوق لیسانس میگیره، بازم بادکنک. میره خارج کشور دکتراش میگیره و خلاصه برمیگرده میاد ایران و تو فرودگاه میان و فلان جشن میگیرن. خب پدر باید بخونه، میخوام بخرم. میگه نه نه، یه بادکنک. خلاصه پدر تو چیزی این بوده، کافی بوده که بادکنک جریان چیه. بعد یه روز خبر میشه که پسر تصادف کرده و تو بیمارستان بودو بودو میره بیمارستان فلان، میره بله بس خیلی خرابه. بعد میره بیخوش پسر، پسر جان چرا که سلامت بشی به سلامتی برگرده، ولی تو جان من جان مادر بود، این راز بادکنک چی بود؟ گفت ها، راز بادکنک، راست میگه، راز بادکنک، راز بادکنک، من مرد. این راز خلاصه مرد، خودش پرس خواهد خامنه بیا بگوی جریان چفیه چیه. یه چیزی از تو بیخیالترین آدم کره زمین هست، چون آخون جماعت ذاتش همینه، شکمش سیر بشه وگرنه شما بدبخت روزگار هستید و کاری که نسل آخون از این کشور زده بشه، این بالاترین شانس است که ملت آوردند. نسل شما اختابوس ها، نسل شما مفت خدا، نسل شما فتنگر ها، نسل نه ریشه شما خرابکارشه، شما مزدورها، شما جاسوسها، شما خراب هر چی که بگیم در شما هست.
شما امور فساد هستید، امور فساد شما ها هستید، کلیشه داری کشور زده میشه، هم خرافات هم مصاد. حالا یه جایی بنویس خلاصه ما بعد بدونیم که توی چی می نویشید توی قضیه. یکی میگم که واقعیت که از ناوگان آمریکا یه فرمانی داشته، بعد وقتی که نیروی جدید می اومدن این فرمان جلسه فرمان باید می سدن یک برمیگشته یک صندوقچه داشته درش باز میکنه، جعبه توش بوده در می آورده بعد میشه سر جاش باز صندوقچه می بسته. اونایی که 10-15 سال تو کشتی با این کار کرده مونده توی جعبه چی هست؟ خلاصه چی؟ بعد از اینکه خلاصه بازنشست میشه و بعد میمیره اینا میان جعبه رو باز میکنن، میبینن تو صندوقچه جعبه ای هست و تو جعبه نوشته به چپ چپ به راست راست خبردار، همه شرموش میکرده از اون نگاه میکرده میخونده و میگفته. حالا بگذاریم، این فاز جدید اعتصاب اعتراضات فاز خیلی خوبی است، از یار حقوق ندارن بدن، پول ندارن بدن و میخوان با این کارها راه را عوض کنن. نمیتونید اصلا به هیچ وجه نمیتونید، شما دیگه از حد گذروندید. تورم هم همین روزها دیگه شروع میشه، تصاعدی میره بالا و به اونجایی میرسه که تا به سرنگونی شما ختم میشه. باز جمعی از معلمان بازنشسته سال 99 در ایران امروز سه‌شنبه 18 آبان مقابل سازمان برنامه بودجه تجمع اعتراض برگزار کردن. آنها خواهان پرداخت پاداش معوقه بودند. دیگه فراگیر داره میشه. حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران از افزایش حجم سلاح در پایتخت ایران خبر داد و بر ضرورت مجازات جدی‌تر افراد مرتبط با سلاح تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای رحیمی گفت متاسفانه حجم سلاح در پایتخت مقدار زیاد شده است. ما گزارشی درباره آن را به مسئولین و دستگاه‌های مربوطه اعلام کردیم. فکر نکنید که فقط شما ها میتونید سلاح دستتون بگیرید. خوب ترسیدن دوستان، خیلی ترسیدن. سلاح دست مردم هست، ترسیدن چون خلاصه جواب های هوی بچه‌ها شما تو از رهبر تا شما همتون تو اتاق شین نشستین به طرف مردم کلوخ برتاب میکنید، حالا میبینید لهتون میکنند. بسیار گزارش از ایران پلیس با تجمع اعتراضی معلمان با شهست سال 90 در تهران برخورد کرده. امروز شما با شهست سال 90 رو سازمان برنامه بودجه جمع شما که گفتم تظاهرات کردن پاس نگرد. حالا برای جرم بورس به جون همدیگه افتادن چون همه همدیگر به بورس مقصر میدونن. الان اینجا برای بورس صحبت کرده، بعد نماینده عراق گفته که بورس در حال آب کردن سرمایه مردم است. روحانی در مورد بورس متهم است، دیگه از حرفا گذشته. ما هم دادمون رو زدیم اینجا، هر کاری تونستیم کردیم، ولی طمع 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 دیگه طمع اینجوریه. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفته است ایالات متحده نگران افزایش حملات داعش در افغانستان است و میخواهد که طالبان را درباره داعش موفق شود. بیاین آقا جون رسمیت بشناسید، با مذاکره بکنید، کاری که اصلا بر نمیاد که لاغر این کار انجام بدید. میان در دربار سلطان محمود یه نفر که بدون ترخک دلقک و ترخک، بعد روز شاید اصلا عصبانی میشه و میگه برین 20 تا ترکه بکنید به من خود تنبیش بکنم. بعد رو به شام آقا بیکار نباش، تا زمانی که چیزی میارن این رو ترکار میارن چند نفر سر بزنید دست با قطع میکار او بیکار نباشین آقا. در مورد واکسن با صحبت خواهم کرد، مطمئن باشید. چرا تعدادی از مردم کار خود رو ترک میکنن؟ تعداد بیشتری از مردم در حال ترک مشاغل خود هستن و تعدادشان زیاد است، چنان زیاد که ما هنوز از پدیده‌ای که استعفای بزرگ نام گرفته است عبور نکردیم. بله، چون وقتی صرف نمی‌کنه، وقتی باز کردن ضرر باز نکردن ضرر نیست. مثلا برفرض می‌خوام بگم یه جنس تو مغازش هست 1000 تومان مثلا می‌ذارم، خب این در مغازش یک ماه ببنده یه جنس خود به خودش 10000 تومان، پس باز نکنه بهتر است، به نفعش هست و خیلی مثلا دیگه. تجمع جمعی از مهندسان در اعتراض به شیوه نامه شرکت های طراح و ناظر نظام مهندسی. دوستی نوشتن، چند نفر نوشتن حقوق بازنشستگان را مال هما رو ندادند. خب ندارن که بدند،
ندارن که بدن. اگه بهتون بگم چقدر پوچ آب کردن شاخ در میارید، حالا بهتون میاد آخر کار میگم. من راجع به بحثی که ایران قبل از انقلاب خیلی کشش رو کمک کرده چند تا شرام باید میگم، با سر فرصت خواهم گفت. قبل از توطئه جهانی 1979 و شورش ننگین 57، ایران 7 میلیارد ریال به افغانستان اعتبار میدهد. ایران 1.2 میلیارد دلار به ترکیه اعتبار میدهد، اعتبار داد. از این کارخانه قند و شکر دنیا در خوزستان به راه افتاد. بازار مشترک اروپا تسلیم ایران میشود. این چیزی بوده که بوده اون زمان ها. حالا نقدینگی ایران به بیش از 4000 میلیارد تومان رسیده. یعنی ببینید 4000 میلیارد تومان رسیده نقدینگی. از کجا اومده؟ غیر از اینکه چاپ کردید مخصوصا ترابل چه کارو؟ یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با صدای آمریکا عبور حجم نقدینگی در ایران در پایان شهریور 1400 از مرز 4000 میلیارد تومان را ناشی اقتصاد بیمار و فساد زده ایران دانست. رضا غیبی میگوید بخش زیاد از نقدی در اختیار بانک هاست تا با شرکت های تابع خود به جای پرداخت تسهیلات به واحد تولیدی اقدام به سفته بازی در بازار میکنند و نقدی را به صورت سیال در بازارهای ارز و سکه و مسکن به جریان میاندازند که باعث آشوب و بر هم ریختن نظم بازارها خواهد شد. این اتفاق به زودی داره میفته، خبرش به گوش میرسه. آقای رئیس جمهور خیلی جالبه شیوهی 42 ساعت کردم شما اقتصاددان رو جمع کرده، بعد برای باز کردن گره اقتصاد کشور 4 تا سوال کرده. این از اونا میپرسه. رئیس جمهور در جلسه اقتصاددان چند پرسش مطرح کرد. چرا شاخصهای کلان اقتصاد کشور محدود نیست؟ شما مدیرید دیگه، از اونا میپرسید. خب مشخصه میخواد دزدی های زیاد، رات های زیاد، بی‌لیاقتی شما، دو خائن بودن شما، بی ارزه بودن شما، خیلی مسئله دیگه. من جوابش بهت میدم. چرا تورمی که قرار بود تکرقه می شود اتفاق نیفتاده است؟ آقا تقصیر منه، بیا یقه منه بگیر آقا رئیسی. چیکار دیگه بونه بند خدا دو رقمی مشخصه، دو رقمی بدتر هم میشه. چرا ده میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت میکند مردم آثار محتوب آن را در زندگی خود نمیبینند؟ چون میرن این آقازاده ها تفلی ها بچه مردم تفلک ها به قول آقای خدا بیامرزش آقای نوذری تفلک ها اینها ندارن، میرن ماشین چند میلیاردی میخرن، اون کار میکنن، خونه 170 میلیارد تومانی درست میکنن، تو اروپا خونه میخرن، برام کن ولش کن دیگه، میرم اینو فراموش کن آقاش ولش کن. چرا ده ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت میکنه مردم اصلا مطلب رو در زندگی خود نمیبینن؟ مردم باید چشاشو بدن معالجه بکنن. چون خود اصلا ناراحت نکن آقای رئیس، ناراحت نکن، ولی بعضی جاهات خوب نیست. چرا با وجود هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 8 سال گذشته رشد اقتصادی کمتر از 1% داشتیم؟ حالا همون 1% تو دروغ میگی، رشد منفی بوده. رئیس جمهور همچنین در ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور که تحویل دولت 13 شد، 13 نحس دیگه خودت هم میدونی اشکالش از شما نیست، اصلا بگو با چون 13 اون بودیم ما نحس بودیم، نحس شما رو گرفته. رئیس جمهور همچنین زن تشریح وضعیت اقتصادی کشور که تحویل دولت 13 شد در جمع اقتصاددانان بیان داشت باید با تصمیمات کارشناسانه وضع موجود اقتصادی رو تغییر داد. از این حرفا گذشته. وضعیت اقتصادی که دولت تحویل گرفته رو شما به خوبی میدانید و سیر از مردم آثار در سفره جیب خود احساس می کنند، اما شما اقتصاددانان دلیل آن را هم می دانید. بله. خب خدمت شما عرض کنم که من راجع به بحث یک چیزی که صحبت کردم براتون بازم صحبت خواهم کرد و بعد یک کلیپ راجع به بحث چرا تونستن اول قدرت در ایران به اهدافشون برسن که در آخر شکست خوردن و اشکال کار زمان شاهنشاهی چی بود، چه اتفاقی افتاد که اینجوری شد، اینم صحبت خواهم کرد که یک طرفه به قاضی نرفته باشیم و اینا رو خواهم گفت که برای بعدها مردم هر کی حرفی زد دیگه ندیگه ما اوستا شدیم که این قضیه میدونیم چی هست چی نیست. ایام بخواهم روز بخواهم باشیم.